اگر یه کسی مطیع خدا نشد، باید ازش بپرسیم پس تو مطیع کی هستی؟ اگر کسی ولایت مطلقه الهیه رو نپذیرفت، باید ازش پرسید تو ولایت کیو پذیرفتی؟ تو نوکر کی هستی؟ خدا تو قرآن قطعی گرفته انسان از یک کسی حساب میکنه، قطعی گرفته انسان یک کسی رو مرید میشه. حس پرستش، حس فرمانبری، یک حس ذاتی تو انسان، به حدی که انسان از خدا فرمان نبرد، از خدا حساب نبرد، یه دفعه میبینی از غیر خدا شروع میکنه فرمان بردن و حساب بردن. مثلا شما به بعضی ها میگید که آقا این دستور خداست، اینجا دیگه تعبدی باید بشنوی، دو رکعت نماز صبح دیگه دو رکعت، دیگه چرا دو رکعت، سه رکعت چرا نشد، چرا چهار رکعت نشد، چرا یه رکعت نشد، اینجا کسی نمیدونه، خدا دستور داده گوش بده. نه من باید بدونم، شاخشونه میکشه. همین آدمو بررسی کن، نسبت به یه منبع فرمانی همین جور تعبدی برخورد میکنه، اونجا چشم و گوش بسته تعبدی شروع میکنه نوکری کردن. از کجا میدونی تو؟ از همین میدونم. آخه نمیشه که انسان عبد نباشد. در واقع خدا تو قرآن میفرماد عبد کی میخوای باشی، فرمان از کی میخوای ببری. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، خدا رو عبادت کن و اجتناب کن از طاغوت. طاغوت کیه؟ کسی که زور میگه، کسی که ادعای قدرت داره، کسی که تو رو میترسونه، کسی که تو رو مرعوب میکنه، کسی که تو تمایل پیدا میکنی به قدرتش نزدیک بشی، یک کمی از قدرتش بهت برسه کیف میکنی، گرم میشی. طاغوت اون میشه. خدا تو قرآن میفرماد عبد کی میخوای باشی، فرمان از کی میخوای ببری. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، خدا رو عبادت کن و اجتناب کن از طاغوت. 70,000 نفر پای رکاب معاویه در مقابل علی ابن ابی طالب کشته شدن. چی رو خدا میخواد نشون بده الان به ما؟ چرا کسی امام حسین رو یاری نکنه؟ چرا کسی امیرالمومنین علی علیه السلام رو یاری نکنه؟ چرا یاری نکنه؟ میترسه از اون ور دیگه، میترسه عبدش شده. خدا تو قرآن وقتی میفرماد عبد، در روایت داره من اصغا الى ناطقن فقط ابدا، گوش بدی حرفشو بندگیشو کردی، نه که گوش بدی که اجرا کنی، هم که گوش میدی. چرا اینقدر بها دادی که اصلا گوش بدی حرفشو؟ مگر اینکه که حرف خدا بزنه و الا عبدش شدی. آقا خدا تو قرآن میفرماد بفهمه حرف خداست بدش میاد، میگه حرف خدا نیست، فلان آدم بیدین اینو گفته، خوشش میاد، میمیره برای این سخن، از کنار یه مسجد رد میشه. خدا شاهده این اونو، این همون کلامو، یه نفر بگه قال علی علیه السلام، بابا ولکن بابا، این اونو بگه ها، بابا لامصب منصف باشه، لا اقل امیرالمومنین هم یه کسی مثل اونا بدون، اونی که عهد دقیانوس نمیدونم چجوری متنش بهت رسیده. رفقا بهتون بر نخوره، انسان اینجوریه، انسان دوست داره به یه قدرت وابسته باشه، دوست داره سرسپرده باشه، دوست داره اطاعتش بکنه. این قدرت رو کجا گیر بیاره؟ دوست داره ازش حساب ببره، دوست داره ازش حساب ببره و بهش نزدیک بشه تا احساس امنیت بکنه. این انسانه. بعد خدا میفرماد اگه با من این کارو نکنی با طاغوت این کارو میکنی و بعد سر تو میبره، با شیطان این کارو میکنی و اون دشمنته. بابا دنیا اینجوریه، عالم اینجوریه، سنت های الهی حاکم بر هستی اینه. هر کی اطاعت از ولی خدا نکنه، اطاعت از عدو خدا میکنه و در راه او جان میدهد و در راه او فداکاری میکند و هیچ پاداشی هم نمیگیره، هیچ منفعتی هم نمیخواد، عبد خدا نیستی. پس عبد کی هستی؟